در این ویدیو قصد دارم مراحل ارتقای vCenter سرور از نسخه 6 به نسخه 6.7 رو آموزش بدم. پس از مانت کردن فایل اینستالر، شما 4 گزینه اینستال، اپگرید، مایگریت و ریستور رو میتونید مشاهده کنید. خب طبق پروسیجری که ما قصد داریم انجام بدیم، اپگرید رو انتخاب میکنیم. در مرحله همانند نصب از پایه، شما ابتدا باید اپلاینس رو دیپلوی کنید. خب از نسخه 6 و 6.5 تنها امکان ارتقا به نسخه 6.7 هست و با توجه به تغییر معماری که در نسخه 6 مشاهده کردیم، امکان ارتقا مستقیما نسخه 5 رو به نسخه 6.7 نخواهیم داشت. خب گام اول اپلاینس رو دیپلوی خواهیم کرد. در مرحله بعدی پس از در واقع تایید لایسنس اگریمنت میرسیم به انتخاب سورسی که قرار ارتقا بدیم، یا در واقع اون vCenter یا پلتفرم سرویس کنترلری که قرار ارتقا پیدا کنه. کردنشیال مربوطه رو ست میکنیم، دسترسی سینگل سانان مربوطه رو ست کرده و در قسمت پایین هم هاست یا vCenter که قرار اون اپلاینس ما رو مدیریت کنه یا در واقع اپلاینس ما رو داره مدیریت میکنه رو کردنشیالش رو وارد میکنیم. با همین ترتیب پس از تایید سرتیفیکیت مورد نظر رو بررسی و مجددا تایید اعتبار میکنیم. خب و در گام بعدی دیپلویمنت تارگت اون رو به همراه کردنشیال مربوطه ست میکنیم. با توجه به فضای تست ملاحظه میکنید که تمام سرورها و کردنشیال یکسان هستن. مجددا ولیدیشن سرتیفیکیت. خب پس از ارتصال به vCenter، ارتباط با دیتا سنتر مربوطه، سپس ریسورس پول یا در واقع کامپیوتینگ ریسورس رو مشخص میکنیم، کلاسترمون و هاستی که قراره اون vCenter تمپلیت برای فرآیند ارتقا دیپلوی بشه، دسترسی روت مربوط به vCenter تمپلیت رو مشخص میکنیم، کردنشیال روت رو ست میکنیم و در گام بعدی شرایط دیپلویمنت رو مشخص میکنیم، اسکیل در واقع vCenterمون و به نوعی میشه گفت زیر ساخت مجازیمون رو مشخص میکنیم در ابعاد تاینی، اسمال، میدیوم، لارج و ایکس لارج و همینطور استوری سازمون رو هم به همین منوال میشه تنظیم کرد. خب لازم به این مورد باید قبل از فرآیند ارتقا برآورد و آنالیز دقیقی روش صورت بگیره تا ما بتونیم محاسبه اصولی و درستی رو انجام بدیم. خب در این قسمت تاینی رو و استوری سایز ما رو حالت دیفالت تنظیم میکنیم. باید دقت کنید که اگر استوری سایزتون کمتر در نظر میگیرید، فضای لاگتون ممکنه لاگتون فضاتون رو پر کنه. خب دیتا استور مد نظر رو انتخاب میکنیم، تین دیسک مود رو تو این حالت فعال میکنیم و در قسمت بعدی تنظیمات شبکه اون vCenter تمپلیتمون یا اون vCSA تمپلیتمون رو مشخص میکنیم. خب ما این ساختار رو داریم به صورت Embedded PSC یا Embedded Platform Service Controller نصب میکنیم. خب میشه گفت که لازم به ذکره که تمامی این تنظیمات باید بررسی بشن و ارتباط شبکه بین این دوتا vCenter حتما برقرار بشه. فینیش رو میزنیم تا فاز یک یا استیج یک بحث دیپلویمنت به انجام برسه. برای تایید اعتبار فرآیند به قسمت تسکای vCenterمون مراجعه میکنیم تا ببینیم اپلاینسمون به درستی داره دیپلوی میشه یا نه. خب مشاهده میکنید که دیپلوی اوف تیمپلیت تسکش ایجاد شده و همونطوری که تو فرآیند ارتقا ملاحظه میکنید این تست در حال اجراست. خب اجازه میدیم تا عملیات
دیپلوی اپلینسمون به اتمام برسه و استیج کامل بشه. من این عملیات رو در این ویدیو تصویر کردم تا تمام مراحلش رو به نوعی ملاحظه کنید. تست کامپلیت شد و در واقع استیج یک به اتمام رسید تا در استیج دو به فرآیند اصلی آپگرید بپردازیم. در حال اینستالیشن فایل های RPM هست تا گام نهایی در واقع استیج یک به اتمام برسه. ما OVFمون به طور کامل دیپلوی شده. خب مراجعه میکنیم به اپلینس تمپلیتمون. همونطور که ملاحظه میکنید فرآیند اینستالیشن vCenter 6.7 به اتمام رسیده، ولی ادیشنال تسکایی رو انانسمنت اون بالا اشاره کرده که لازمه تا انجام بشه تا فرآیند ارتقا به اتمام برسه و به طور کامل انجام بشه. خب مجددا آپگرید رو انتخاب میکنیم، دسترسی روت رو وارد نموده لاگین میکنیم و همونطور که ملاحظه میکنید استیج دو فعال شده. حالا لازمه تا به اون vCenter سورسمون مجدد متصل بشیم. کردنشیال رو اصلاح میکنیم، دسترسی سینگل ساین آن و پسورد روت رو در این قسمت وارد میکنیم مجددن. همینطور vCenter که قرار هاست ما رو منیج کنه. خب به همین ترتیب فرآیند پری آپگرید چکینگ یه سری کامپوننت های مرتبط رو بررسی میکنه. به عنوان مثال اکستنشن مربوط به NSX منیجر رو به ما انانسمنت داده که نمیتونه آپگرید بشه و ممکنه نیاز داشته باشه به رجیستر مجدد. در گام بعدی در واقع اون دیتایی که قرار از سورس کپی بشه رو باید مشخص کنیم که میتونه کانفیگوریشن باشه یا به همراه هیستوریکال دیتا که همون ایونت ها هم شاملش میشد. چک نهایی رو انجام میدیم، در صورتی که بکاپ گرفته باشه این رو باید تاییدش کنیم. بیشتر به عنوان یک چک لیست به کار میره و تایید میکنه که ما قبل از فرآیند ارتقا بکاپمون رو از vCenter قبلیمون تهیه نمودیم. خب باز مجددا در استپ اول ملاحظه میکنید که دیتا از روی سورس عملیات کپینگ انجام میشه و کانفیگریشن دیتا و حالا اگر هیستوریکال دیتا شامل ایونت ها و موارد از این قبیل رو اگر در نظر گرفته باشیم منتقل میشه. سورس ماشینمون در این مرحله پس از کپی کامل اطلاعات شاددان میشه و پیکربندی vCenter جدیدمون آغاز میشه که شامل استارتینگ سرویس های مهم میشه: VMware Authentication Framework, Identity Manager, Lifecycle Manager, Component Manager, License Services. خب به همین ترتیب شامل سایر سرویس ها رو ملاحظه میکنیم که پس از پیکربندی قرار استارت بشن. PostgreSQL پیکربندی دیتابیس در واقع vCenterمون. اپلیت منیجمنت سرویس. سرویس vCenterمون. اول کامپوننت اصلی vCenter سرور. آپدیت منیجر. vCenter Data Protection.
منتظر میمونیم این فرآیند به طور کامل به اتمام برسه و تمام سرویس های مورد نیاز و حیاتی vCenter به طور کامل استارت بشن. خب ایمپورت در واقع دیتایی که کپی شده به تارگت مد نظرمون یا اون vCenter نهاییمون در این قسمت انجام میشه. فرآیند ایمپورتینگ هر کدوم از اون کامپوننت هایی که کانفیگ شد و سرویسش پیکربندی شد رو در این قسمت انجام خواهیم داد. دیتای سینگل ساین آن، HTTP پراکسی، اوتو دیپلوی، ایجنت های ESXi یا در واقع همون ESXi ایجنت، اتنتیکیشن فریمورک، کانتنت لایبرری همون و در نهایت فرآینده مربوط به پست آپگرید و گام نهایی پیکربندی vCenterمون در حال اجراست. خب انانسمنت نهایی رو مشاهده میکنید که ورژن 1.0 و 1.1 پوش در واقع به نوعی دیزیبل شده و بابت جنبه‌های امنیتی به نوعی پشتیبانی نمیشه. خب به vCenter جدیدمون لاگین میکنیم در قالب HTML5 متصل میشیم و کردنشیال مربوطه رو وارد میکنیم تا سرویسمون رو پس از ارتقا بررسی کنیم. تغییرات رو ملاحظه میکنید و در این مرحله همونطور که مشاهده میکنید vCenter رو نسخه 6.7 ارتقا پیدا کرد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و برای شما مفید و مثمر ثمر واقع شده باشید. تا ویدیوهای دیگر بدرود و خدا نگهدار.